سلام میکنم به شما عفت محباز. شما از جمله دادخواهان اعدام های دهه 60 و سال 67 هستید، همسر و برادرتون رو از دست دادید، در این باره نوشتید. این روند 9 ماهه، بیش از 9 ماهه دادگاه حمید نوری رو شما از منظر یک دادخواه چطور میبینید؟ آیا درس هایی هم برای شما داشته؟ آیا آموخته هایی در واقع داشته این دادگاه؟ من این روند 9 ماهه‌ای بوده، واقعا لحظه لحظه شو در واقع دنبال کردم ببینم که به کجا میرسه. با بغض زندانیانی که به عنوان شاهد سخن گفتن گریه کردم. بعضی ها انقدر برای من سخت بود، ناگوار بود که نمیتونستم بخونم، دنبال بکنم و بذاشتم بعد یه نفسی تازه کنم، برای اینکه دنبال این بودم که اون نکاتی رو که ندیدم نشنیدم رو بیشتر بدونم و اینکه خودم چه مسائلی رو فرض کن تو کتابم نگفتم. من وقتی سوالای دادستان ها اینقدر دقیق بود به این فکر میکردم که افا تو چجوری نگهبانای زندان رو ازش گذر کردی، نگاه نکردی؟ اگرچه من در اون بخش عاطفی که در درگیرش بودم سخن به میان آوردم، شایدم از منظری بد نباشه و زیبا باشه، از عشقی سخن گفته شده که ازش از من گرفته شده یا از روابطی گفته شده که باید به سخن میمان، اما واقعیتش اینه که اونهایی که نگهبان بودن و بعضیاشون شکنجه‌گر بودن، من اگر بخوام کتابی بنویسم، بخوام بخشی از اونها، داستانی بنویسم، رمانی بنویسم، حتما از اونا، از جباری که چکمی میپوشید میومد دم در، در واقع نقش جلاد رو بازی میکرد، نگرچه دستورش از جای دیگه میکرد، همه اینها و اینکه چقدر نوری در درجه چندمه، در چه جایگاهی قرار داره، چقدر باید من نگاه کنم به اینکه ازش نفرت داشته باشم، یا وقتی نگاه میکردم که ادای یک کسی رو که دیوانه شده بود به نظر من داره در، چون نوری که من اول دیدم تو دادگاه با نوری که الان دیدم تو دادگاه کاملا متفاوته. یاد فرزانه عمویی افتادم که به عنوان دیوانه میفرستن تو اتاقای زندانیا که مورد آزار قرار بدن و اون زن مورد آزار قرار میگرفت و این امروز میخواد نقش یک آدم دیوانه روانی رو پیدا کنه که بلکه دادگاه بهش رحم کنه. و اینکه فکر میکردم که آیا این نوری روزی حقایق رو خواهد گفت؟ به نظر من اینها بسیار حقیقت ها. همون نوری وقتی اومد تهدید کرد به نظرم غیر مستقیم جمهوری اسلامی رو که من خیلی مسائل رو میدونم. من این امید رو دارم روزی نه این نوری، یک نوری دیگه، یه عباسی دیگه، یه مشتبه حلوایی دیگه میاد و سخن میگه از این که چی گذشت بر زندانیان اوین. همسر من 5 مرداد اعدام شد، همسر من تنها نبود، میگن اون روز بین 80 تا 150 نفر چپ رو اعدام کردن. اون چجوری اونا کجا رفتن، کجا بردن؟ آیا همین صدایی رو که من اون شب در شب 5 مرداد شنیدم بود، یا اینکه یک جای دیگه ای اعدام کردن؟ در اون سالن هایی داشتن که بی صدا افراد رو می بردن و اونجا اعدام می کردن. این ها چیزایی که به نظر من از زبان اونها، من فکر می کنم در زنده بودن من و من نوعی ما خواهیم شنید. از اینکه زنای زندانی، زنی که توی اوین اعدام شدن سخنی گفت در این دادگاه گفته نشد، شاید جا داشت یک جوری می گنجونه اونو، چرا که در کتاب ها اومده این 40 زنی رو که از بند ما بردن و تعداد زیادشون اعدام شدن و بعضی رو ما اطلاعی نداریم. از اونایی که ماهایی که زیر شلاق نماز بودیم در همون روزایی که همسرانمون رو بردار کردن و این چگونه بوده، این چگونگی ها چیزایی هستش که من امید دارم. وقتی که من میبینم که مبارزه تو خیابون جریان داره تو ایران، وقتی 98 اتفاق افتاد، وقتی که حکومت اون موقع پنهان سعی کرد که ما رو خفه کنه، پنهان سعی کرد که ما رو بکشه و همسر من و اون یارانی که کنارش بودیم یا بچه های مجاهد رو، چگونگیش رو امروز انکار میکنه، ولی امروز میاد تو خیابون دیگه نمیترسه، با
برای اینکه مردم اومدن در خیابون هستن. اینها باید بترسن، اون جلادانی که موندن و هنوز امید دارن فکر کنن که بیان شاید کمکی به گوشه از حقایق کنن و ورق بزنن اون چیز جنایاتی که اون سیر مونده و پنهان شده و من با چشمان نمیتونستم اینها رو ببینم. اونها خواهند گفت، من این رو مطمئنم، اگر حتی روزی زنده نباشم. خانم محباز، شما اشاره کردید به صدا، گفتید که صدایی شنیدید پنجم مردم، بعد گفتید که کسانی رو بردن و بی صدا در واقع اعدام کردند. الان بحث چشم بند رو مطرح میکنید، یعنی مسئله صدا به نظر میرسه که به طور پیوسته برای یک زندانی به عنوان یک عنصر برجسته نقش بازی میکنه. آیا این صدا هنوز هم با شما هست؟ من اولش برمیگردم به صداهایی که سعی میکردم خودم در اون جایی که بی صدا بود بگم، بعد بگم که آیا با من هست، چگونگیشو بگم. سوالتون جالب بود به نظر من، غیر مستقیم به نکاتی اشاره میکنید که با اون خواهم پرداخت. من روزهای آخری که شنیدم همسرم رو آوردن، یعنی من آخری ملاقاتم هفته تیر بود، وقتی که جدا شدیم اومدیم، بعد من آخری نامش رو گرفتم و در اون آخری نامه بعد شنیدم که اینها رو در واقع همه رو بردن سلول انفرادی. و اون موقع من میرفتم در اتاقی که در واقع پشت شیشه ابین که کرکر مانند بود، به صدای بلند میگفتم چم خاله و فریاد میزدم، یعنی در واقع اسم من به نوعی بود برای همسرم که آشنا بود به چم خاله، ما خاطراتی با هم داشتیم و این برای من گفتی صدا اینو یادآوری میکنه. یا اینکه اونجا پشت شیشه ترانه میخوندم، پشت شیشه بسیار سعی میکردم که امیدی باشم در واقع برای کسایی که تو سلولای دیگه نمیدونستم صدا میرسه. یا سال اینکه وقتی که میخواستن منو آزاد کنن که نه مرخصی بدن، وقتی که سلولهای بالا کسایی رو میدیدم گریه میکردن، مردانی که آورده بودن، زندانیانی که به هر حال من آواز میخوندم، من آواز خانه نه آواز بودم و میخواستم به نوعی امید بدم، این صدا برای من اونجوری. اما میگین صدا، به هر حال زندانی با خودش خیلی مسائل رو میاره بیرون، از اونجا به اینجا به کجا رسیدم و این باید من خودم رو مداوا میکردم. روزهای سختی رو هر زندانی میگذرونه، روزهایی که تلخ، روزهای سیاه. و من اینو بهتون بگم، من دیروز شاید رقصیدم و رقص من برای بعضی ها هنوز مورد شاید سوال باشه، یکی بگه که خیلی سرخوشه، ولی من یک چشمم عشق بود، یک چشمم شادی بود، برای اینکه گوشه ای از حقایق پنهان شده. ولی اون روزی که من دستم رو بریدم برای اینکه نخوام تن به رزالت بدم، یا از نظر من رزالت بود، امروز فکر کنم که من کاری نکرده بودم که باید اینجوری فکر کنم، چرا میخواستم خودم رو بکشم. وقتی به این فکر میکنم و فکر نمی کردم که روزهای روشنی هم هست و فکر نمی کردم که امروز واقعیتش مبارزات مردم بوده که خانم محمدی از زندان پیام میده و حرف میزنه، نسرین ستوده رو دیدم و بقیه ها رو، من روز اینا رو فکر نمی کردم. و اینکه معلمات چگونه تو ایران صدا دارن و اینکه چجوری مردم ایران هستن، من با این امیدها بیشتر زنده شدم. و اینکه خوشحالم که ما به هر حال گوشه کوچیکی از حقایق رو با تلاش پنهان کردیم. و این یاد یه چیزی میفتم، مادران، مادران خاوران، مادر لطفی که واقعا در روزهای کار کرد و همه مادران البته میخوام بگم، ولی روزهایی تلاش کرد که اینترنت نبود. این خیلی مهمه، ما هیچ خبری رو نمیتونیم به بیرون بدیم یا از بیرون بگیریم. این مادرها بودن که خبرها رو رسوندن، این مادرها بودن که گفتن پیکره های فرزندانمون زیر خاک گذاشتن، این مادرها بودن خاک رو کنار زدن. این مادر شریفی بود که به من یاد داد عدالت خواهی رو، موقعی که سال 60 برادرم رو اعدام کردن، من کنار اون یاد گرفتم به این که فکر کنم نباید اعدام باشه و فکر کردم که نباید این انتقام گیری باشه.
ما فراموش نمی کنیم. ما میگیم اینها باید محاکمه بشن، ما اینها رو میخوایم، ولی در پی مرگ نیستیم. این رو مادران هر روز به تکرار در خاوران میگفتن و من این رو از اونها آموختم. گامدار اونها هستم. سپاسگزارم از شما فاطمه عباس که در این گفتگو با زمان شرکت کردید. من هم از شما سپاسگزارم که میخواین صدا بخشید.